سلام، من امیرعلی میرزایی هستم، مربی رفتارشناس و روانشناس سرکار. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه با صوفی خانم جذاب در خدمت شما هستیم. میخوام راجع به موضوع خیلی مهمه دیگه با هم صحبت کنیم، اونم وسایل مورد نیاز موقعی که میخوام یه پت بگیریم. دفعه اولی که پت کردم سگ دیگه، موقعی که ما میخوام یه توله سگ یا پاپی سگ برای اولین بار وارد زندگی خودمون بکنیم و بیاریمش توی خونه خودمون، ببینیم چه وسایلی لازم داره، هم برای اینکه ماشاءالله دوران تو عربی هم بار دارم بازی میکنم دارم نمیاد بهش میگم بازی نکن بازی صداشون بیاد اینکه خب حالا بهشون بگیم که چه وسایلی نیاز داره، چه چیزایی میخواد، چه چیزایی حتما باید داشته باشه. یه سری چیزا دیگه لاکچری بازیه، حالا شما اگه دوست دارین میتونین براش تو ال سی دی هم مثلا بگیرین، ولی خب یه سری چیزا رو حتما لازم داره و باید باشه، باید حتما داشته باشه. من همون حتمی مهم ها رو بهتون بگم که هم یه برآورد هزینه داشته باشین، بدونین وقتی میخواین سگ بیارین چقدر وسیله لازم داره که اینا رو بدونین. از طرف دیگه اینکه بدونین چه چیزای حتمی و واجبه، چه چیزای الزامی نیست و اضافیه. از اینجا شروع کنیم که هر سگی که وارد خونه ما میشه در وهله اولی قلاده میخواد. مهمترین قضیه ای که نیاز داره یه قلاده است، یه قلاده گردنی ساده مثل گردن بند و اندازه دو تا انگشت. بعد بین گردن سگ و قلاده فاصله باشه، یعنی نه اونقدر زفت بندیم که سگ خفه بشه، نه اونقدر شل بزنیم که از گردنش در بیاد. دو تا انگشت باید از وسط بشه و راحت بزنیم توی گردنش باشه، هم برای اینکه قلاده عادت کنه با قلادهش دوست بشه و ارتباط خوبی با قلادهش برقرار بکنه، هم برای اینکه خب خیلی تمرین‌ها رو ما با قلاده می‌تونیم بکنیم واسه راه رفتن و این چیزا رو بهش یاد بدیم و به هر حال خیلی چیز خوبیه. و از طرف دیگه قلاده‌ای که ما داریم یه تگ هم باید زیرش داشته باشه، حالا پلاک نمی‌دونم یا نوشته است که هر چیزی، حالا به حالت‌های مختلف وجود داره که اسم سگ روش نوشته، احتمال زیاد که خوشگل باشه. و از طرف دیگه پشت هم شماره تلفن صاحبش نوشته که اگه خدای نکرده موقع سگتون گم شد دقیقاً آدم خوبی پیداش کرد تو ان شاءالله شماره شما رو داشته باشه، بتونه زود به شما برش کردونه. خیلی اون تگ چیز مهمه به درد بخور و خوبیه که حتما برای سگتون داشته باشین. از طرف دیگه بریم سراغ دومین چیز مهمی که در واقع سگ ما نیاز داره، باکس و پارک. این دو تا چیز رو همه سگا میخوان. یه باکس برای حمل و نقل سگ لازمه. خیلی از جاها شما بدون باکس نمیتونید سگتون رو ببرید، مثلا توی ماشین اگه سگتون بیرون باکس باشه از نظر قانونی جرمه توی ایران. خب حالا مثلا تو باکس باشه چه بهتر، راحت تره. حالا سگایی که کوچیک هستن خصوصا، یا حمل و نقلشون به دامپزشکی اینا مثلا خیلی ساده تر میشه. یه باکس راحت و نرم و خوب از جنس مناسب، پلاستیکی نباشه که مثلا بخواد خرابش کنه، استیل باشه یا مثلا از این پلاستیکای خیلی فشرده و سخت باشه که نتونه خرابش بکنه. و اینکه دائما هم نمیخواد تو درختیش بذاریم، اگه دیدیم باش بازی میکنه و خرابش میکنه میتونیم یه مدت از جاش برداریم که این عادت از سرش بیفته، چون همه توله ها دارن دندون در میارن و خب این گازگاز کردن رو انجام میدن. از طرف دیگه چه چیزی لازم داره سگ ما؟ پارک. پارک هم خب یه چیزی باشه که ارتفاعش مناسب باشه، سگ نتونه ازش بپره بیرون، محکم باشه وایس سر جاش و اینکه خب سگ نتونه خیلی تکونش بده، سفت باشه، محکم باشه و اینکه خب مدت طولانی هم احتیاج نداریم. توی همون دوره‌ای که داریم آموزش دستشویی رو بهش میدیم از پارک خیلی میتونیم کمک بگیریم. و از طرفی آموزش تنها موندن، این دو تا چیز رو می‌خوایم به سگ یاد بدیم، خب می‌تونیم از پارکش هم کمک بگیریم. یه دوره‌ای بعد باشه خب بعد می‌تونیم جمعش کنیم یا حالا به سلیقه خودمون بذاریم باشه، ولی همیشه این 90% اوقات درش باز باشه که سگتون برو بیاد و حس بدی بهش پیدا نکنه. از طرف دیگه بغیر از باکس و پارک بریم سراغ یه جای خواب، یه تخت خواب. سگ احتیاج داره یه جای خوابی که رنگای جیغ و فسفوری نباشه، زرد و قرمز و نارنجی و رنگای جیغ و فسفوری و سگ بیشتر باش بازی میکنه تا اینکه بخواد بخوابه. اگه تونالیتای رنگی آبی و بنفش رو انتخاب کنی خیلی بهتره، جای خواب نرم باشه، سگ بتونه راحت روش استراحت بکنه. و برای مثلا یه سری سگا مثل هاسکی و مثلا ساموئید و چاوچاو اینا که با از هوای سرد و جای خنک باشه میتونن جای خوابای برزنتی بگیرن که خنک‌تر میمونه، حتی میتونن توی یخچال بذارنش که خنک بشه، یا مثلا تو جای سرد بذارنش که خنک بشه. بعد مثلا یا مثلا کیسه آب یخ مثلا زیرش بذارید، کیسه یخ در واقع زیرش بذارید که مثلا هاسکی و اینا لذت ببرن. پس یه جای خواب هم مناسبه که رنگش رو دقت کنیم، جنسش هم دقت بکنیم. از طرف دیگه بریم سراغ ظرف غذا، ظرف آب و غذا. یه ظرف آب و یه ظرف غذا دو تا دونه حتما باید داشته باشه هر سگ. اگه شما دو تا سگ دارین 4 تا ظرف مهمه، یه ظرف آب هر کدوم داشته باشه، یه ظرف غذا یه چیز لازمه. ظرف آب و غذا خب سه تا جنس وجود داره، پلاستیکی وجود داره، سرامیک وجود داره و استیل که خب قطعا بهترینش و گرون‌ترینش هم استیله که خب هم به عنوان اسباب بازی سگ اشتباهش نمیگیره که بخواد باش بازی بکنه، هم محکم وای میسته، سفت وای میسته، تکون نمیخوره موقع غذا خوردن، پوینت ترمزگیرا هم زیرش داشته باشه که دیگه چه بهتر از اندازه ظرف غذا رو مناسب با سایز سگتون انتخاب کنین. اگه سگتون قرار بزرگ باشه از بچگی ظرف بزرگ باش بگین تا آخرام قرار باشه همون رو نگهدارین، نخواین هر ظرف عوض کنین. باز رنگ ظرف غذا مگه تونتای آبی و بنفش باشه خیلی بهتر سگ باش راحت‌تر تو هم کنه. رنگ زرد و قرمز و جیگ و فسفوری برای رنگ ظرف غذا باز واقعا خیلی مناسب نیست. دیگه ظرف غذای سرامیکی خب ممکن سگ باش بازی کنه و بشکونتش، وقت از تو دست و پاش بره به هر حال خطرناک باشه و خب خیلی مناسب نیست باز به نظر من، ولی بهتر از
ظرف پلاستیکیشون، ظرف پلاستیکی خصوصا توله ها ممکن شروع کنن به جویدن و خرابش کنن. پس در نتیجه به نظر من بهترین گزینه ظرف استیل، بعد ظرف سرامیک و بعد از همه هم ظرف پلاستیکی. خدمت شما عرض کنم که دیگه چه چیزی احتیاج داره بچه شما؟ غذا و تشویقی، هم خود غذا رو میخواد، خب غذای خوش همه این سگا لازم دارن. حالا اینکه غذای خونگی بیشتر از غذا خوش به سگتون بدین خیلی بهتره، چون ارگانیک تر و سالم تر، خب به شرطی که حواستون باشه همه مواد مغذی توش باشه. ولی خب غذای خوش همه مواد مغذی لازم برای بدن سگ رو یک جا تو خودش داره، هضمش برای سگ ساده تره، بوی دهن سگ رو کمتر میکنه، بوی مدفوع ادرار سگ رو کمتر میکنه و در نتیجه خب پس میتونیم از غذای خوش هم حتما تو وعده غذاییش حالا حداقل 30% 20% از غذاشو غذای خوش بدیم و اینکه خب اونم حتما داشته باشیم. پس یه غذای خوش هم برای سگ طولمون، خصوصا تو سن رشد تا یک سالگی که خیلی براشون تغذیه مهمه، به برنامه غذاییشون باید حتما رعایت بشه همه چی توش. به قول معروف غذای خوش چون همه چیزو تو خودش یک جا داره و خب برها کسایی ساختن که علم این قضیه رو دارن، قطعا میتونه خیلی مناسب باشه برای بچه شما. بریم سراغ لوازم آرایشی و بهداشتی. یه سری لوازم بچه شما احتیاج داره، باید حتما به موهاش، به وضعیت پوستش، به وضعیت سلامتش، به وضعیت بهداشتش حتما خیلی خوب برسیم. خب اگه سعی شما خواستم پشمالو باشه، خب بیشتر باید بهش برسیم، مثل شیت و نمیدونم یورکشایر و اینا. اگه خب پوشش دودایی داشته باشه بدنش، مثل ساموید هاسکی و چاو دابل کوت باشه، مثل پامرانیان، اینا که دیگه اصلا حتما نباید بزنیم موهاشون گره بخوره، چون اگه قبلش شیپ بشه و از تپ بزنیم که دیگه ممکنه در نیاد. پس من مسائل خیلی لازم بهتون میگم. اولیش که سشواره، که خب سشواره که حتما سگ شما احتیاج داره، باید یه سشوار همه سگا داشته باشن برای خوش کردن خودشون. هر چقدر سشوار ما کم سر و صدا تر باشه خب بهتر برای سگ ما، پرفشار ولی کم سر صدا. بیا دورت بگرده بابا، بشین. آفرین، مرسی. دیگه خدمت شما اصلا بروز، همه سگا میخوان یه بروز از این بروزایی که در خودمون داریم، یه شونه هم میخوان، هم شونه هم بروز، شونه گره باز کن که این شونه های دندونه دار فلزی که بتونیم گره های بدنشون باز بکنیم. حالا نحوه درست شونه کردنو بعدا میتونم مثلا براتون توضیح بدم. و اینکه اسپری نرم کننده خیلی خوبیه، خصوصا سگایی که خب موهای زیاد دارن، اگه اسپری نرم کننده براشون داشته باشین خیلی خوبه. دیگه خدمت شما عرض کنم محل تمیز کننده گوش باید داشته باشه، که هر روز، حالا هر روز که نرگرد، دقیقا 3-4 روز بار توی گوشاشونو تمیز بکنیم با گوش پاکن و محل تمیز کننده گوش. و اینکه ناخونگیر هر سگی میخواد، ناخونگیر مخصوص سگ، نه ناخونگیر انسان، ناخونگیر مخصوص سگ متفاوته که به ما کمک میکنه که در واقع نخواهیم بتونیم دقیق‌تر ببریم، که مثلا نتونیم بالاتر نریم و خونریزی اتفاق نیفته. به قول معروف بعضی سگا خب احتیاج به قیچی دارن، اونایی که موهاشون میاد تو صورتشون، بعضی موقع لازم موهای جلوی صورتشون بزنن، اینا خب برای یه قیچی مناسب احتیاج دارن. شامپو احتیاج داره، شامپوی بچه برای سگ خوب نیست، حتما از شامپوی سگ باید استفاده بکنیم. یه شامپو متناسب با موهای خودش، حالا هر سگی یه جنس مویی داره و ما متناسب با اون جنس مو از شامپو استفاده می‌کنیم. و پودر استپتیک هم اگه داشته باشین خیلی خوبه، چون یه موقع میای ناخنشو می‌گیرین بالاتر می‌بینی، همون در واقع چی میگن، غلیظ کننده خونه، که خدمت شما عرض کنم که این محلولیه که مثل اون ویتامین کا در واقع دیگه، که میزنیم و در واقع مثلا یه موقع اگه خونریزی اومد که بزنیم که در واقع خونریزی بند بیاد. پودر استپتیک بهش میگن. اونم اگه داشته باشین برای تو خونه‌تون، خوب مسواک و خمیر دندون هر سگی قطعا تو زندگیش احتیاج داره. و هول تموم شد رفت. این وسایل در واقع خیلی لازم و مهمیه که همه سگا باید تو زندگیشون حتما داشته باشن. پس اینم حواستون باشه که اگه سگ داریم یه چیزی حدود 2 میلیون تومان این چیزا برای ما هزینه خواهد داشت. حالا به صورت میانگین تو سگای بزرگ بیشتر، تو سگای کوچیک کمتر. پس در نتیجه اول بستگی به نوع غذایی که بهش میدیم، ایرانی میدیم، خارجی میدیم و همه این حرفا، میتونه کم و زیاد بشه. دیگه خدمت شما عرض کنم که هستیم دیگه چی میخواد سگمون؟ تعیین هویت. ما باید هویت سگمون مشخص کنیم، حالا شناسنامه است، میکروچیپ، تتو یا هر چیزی که هست، باید هویتش مشخص بشه. شناسنامه قطعا بهترین راهه. اگر سگمون بخواد از ایران خارج بشه قطعا نیاز به تتو و یا میکروچیپ داره. بیا اینجا سیدی، بیا بابا، بودو بیا. نیاز به تتو و یا میکروچیپ داره. خدمت شما عرض کنم که من خیلی به شما میکروچیپ رو بذار سیدی بیارم از تو ویدیو بچه زیبام رو، میکروچیپ رو خیلی توصیه نمی‌کنم، به دلیل اینکه میکروچیپ توی بدنش اگه شما تزریق میشه و ممکنه در مرور زمان شروع کنه به حرکت کردن توی بدن، توی مثلا گردنش تزریق میکنم، دو روز دیگه یا دو سال دیگه میبینی ازش عکس میگیری می حرکت کرده اومد تو دستش، و این حرکت اگه درست اتفاق نیفته میتونه تبدیل به تومور بشه. پس در نتیجه میکروچیپ رو خیلی بهتون پیشنهاد نمی‌کنم، یه ذره حتی خطرناکه. تتو بهتر از میکروچیپ، زیر شکم سگ در واقع یه قسمتی داره که سنسور نداره، یعنی اصلا شما هر چقدر بگیری فشار بدین دردش نمیگیره، و حتی من دیدم سگ زیر دستگاه تتو میخوابه، یعنی اصلا درد رو حس نمیکنه. پس در نتیجه بهتره، نمیگم کار خیلی خوبیه، ولی بهتره از میکروچیپ. و شناسنامه بهترین راه، ولی خواهر از ایران ببریم به هر حال یا تتو باید اتفاق بیفته یا میکروچیپ، که من تتو رو به میکروچیپ ترجیح میدم قطعا. و از طرف دیگه بریم سراغ آخرین چیزی هم که سگ ما نیاز داره، اسباب بازیه. ما باید یه سری اسباب بازی مناسب برای سگمون داشته باشیم، اسباب بازی های پارچه‌ای. خیلی خوبه حتما یه اسباب بازی پارچه‌ای
این تنابایی که در هم تنیده شده و سفته داشته باشه که باهاش بازی کنه و از بازی دندونی هم یه داشته باشه از نک دندون داره سرش که شروع میکنه به جویدن برای لثه‌هاش که داره دندون در میاره خب و میخاره. خیلی اسباب بازی مناسبی این دو تا مدل اسباب بازی همه سگا باید داشته باشن. حالا بقیه چیزا سگای من با بطری آب بازی میکنم، ولی باید حواسم باشه مثلا اینو نخورنش تا یه ذره خرابش کنه ازش بگیرم. این اسباب بازی که چشم داره عروسکی که مثلا یه دکمه اینجوری چشم داره مثلا رو صورتش خب ممکنه بکنه و قورتش بده، یه چیزی باید به سگمون بدیم که ترجیحاً مثلا خرابش نکنه. فقط اسباب بازی پارچه نهایت میخواد نخ بخوره فقط هم درفش میکنه، اتفاق وحشتناکی براش نمیفته که تازه ما حواسمون هست همون نخ هم نخوره و یه ذره خراب شو اسباب بازی میگیریم یا اسباب بازی دیگه بهش میدیم. به هر حال یه چیز خیلی گرون نگیریم چون قطعا خرابش میکنه، خصوصا اگه طول است احتمال خیلی زیاد خرابش میکنه. اینم از اسباب بازی دیگه. راجع به اینا تا آماده بازی هم اگه رنگای جیغ و فسفوری و زرد و قرمز و اینا بگیریم خب احتمال بهتره. همین اگه تو به تنیس خوشتون میاد بخاطر اینکه رنگ جیغ فسفوری داره و میرن دنبالش هیجان زدهش میکنه چون به هر حال سگا یه جورایی کور رنگی دارن و دنیا رو کم رنگ تر از ما میبینن. خیلی خدمت شما عرض کنم اینم از این دیگه راجع به همه صحبت کردیم. یه چند تا نکته کوچولو هم بهتون میگم، حالا البته بهتون راهنمایی کنم که اگر حالا بخواید اکسسوار بگیرید واسه این وسایلشو بخواید بگیرید یا بخواید غذاشو بگیرید یا بخواید تشبیهشو بگیرید از چه جاهایی میتونید بگیرید. ببینید من البته خب فهمی نمیکنه هر جایی که خودتون تشخیص میدین، ولی خب در مورد تشبیهی ما لازمی است حتما تشبیهی خارجی بگیریم. اتفاقا ایرانی ها بهتره به خاطر اینکه خب همینجا آماده میشه و تاریخ مصرف بهتری داره و خب تشبیهی هم تولیدش کار پیچیده ای نیست، پس قطعا ایرانی ها میتونن انجامش بدن و خب میبینیم که سگا میخورن و خوششون میاد. خب من تشبیهی ایرانی میگیرم برای بچهای خودم و از سپندت میگیرم در واقع تشبیهیامو که حالا پیجش هم اینجوری براتون منشن میکنم. اگه دوست داشتین میتونین در واقع شما هم از اونجا تشبیهی یا بار امتحان کنین اگه خوشتون اومد، به نظرم حتما بار امتحان بکنین. من وسایل سگ و غذای خوش رو هم از پموک میگیرم، پچاپی به اسم پموک که اون رو هم در واقع این زیر منشن میکنم براتون. هم قیمتای خیلی مناسبی دارن، وسایل خیلی با کیفیت و خوبی دارن و تقریبا هم برای خیلی تنوع زیاد هر چیزی که بهشون حالا تو دایرکت بگین دارن در واقع میتونم یا در شما تهیه بکنم. حالا چه غذای خوش و چه وسایل سگ مثل جایقا و حالا نمیدونم اسپاک و این چیزا رو من از پموک سفارش آنلاین میدم. همرم حالا چه از سفارش چه از پموک سفارش آنلاین میدم برام میفرستن خیلی سریع. حالا میتونم به شما پیشنهاد بکنم این زیرم منشن میکنم که ببینین. دیگه خیلی ممنون که به حرفای من گوش میدین، مرسی که برام وقت میذارین، امیدوارم که بهتون کمک کرده باشم و خوش بگذره. ببخشید طولانی هم حرف زدم دیگه، خیلی طولش نمیدم. صوفی خسته شد رفت سید می خسته نمیشم میخواب سید می خسته هست همیشه مثلا اینجا درستی که برای من گوش میدیم. خدا فیزی کن صوفی تانه میان بیا بابا بودو بیا بیا اینجا تانه خدا فیزی کن بیا بخش بودو بیا بابا بیا اینجا دوره بگرده بابا تانه خانمی دوره چه ما بگردم من چه خانمی دارم خدا فیزی کردی بابا دست کنه دست خدا فیزی ای دارت بگرده بابا برو بکش حسود جان.